ابجیشان عزیز، اعضای محترم کنیسای نسخ، شالوم. در این هفته ها وقتی که ما پاراشای هفته رو مطالعه می کنیم، در حقیقت شخصیت مرکزی اکثر این پاراشاها حضرت موشه بن امرام، این مردی که در تاریخ به بزرگی او وجود نداشته، مردی است که در برابر چالش ها، شکایات، شکوه های مردم نه تنها می ایسته، بلکه از طرف دیگر وقتی که ما زندگی او رو، روابط او رو با مردم، با خدای خود مورد مطالعه قرار می دهیم، از عظمت و بزرگی از یک طرف، از شجاعت و دلیری او از طرف دیگر، و از طرف سوم تواضع و خاکساری او را می بینیم. در این هفته توی پاراشات به لطخا می بینیم مردم شروع می کنند به شکایات همیشگی خود و مردمی که مان میخورن، مردمی که در بیابان در بطن معجزه قرار دارن، مردمی که زندگیشون همراه با معجزه بوده که نجات پیدا کردن، و این مردم شروع میکنن شکایت کردن، میگویند این مان که ما میخوریم، صبح مان، ظهر مان، شب مان، خسته شدیم از این، ما گوشت میخواهیم. و شروع میکنند برای موشه تعریف کردن، بله وقتی که ما در مصر بودیم دیگهای پر از گوشت بود، ماهی بود، پیاز بود، خیار بود، همه چیز بود و میخوردیم، در صورتی که اینا همش تخیلی بیشتر نبود، سخنی بیشتر نبود. برده ها در مصر، برده های یهودی، قطنانی خشک فطیر شده ور نیامده به آنها میدادند، ولی که میدونستن مصری ها نان ور آمده را میدونستن که چیز، ولی به برده ها نمیدادن. چرا؟ برای که هضم نان فطیر بسیار مشکله، دیرتر هضم میشه و مقداری آب، و میگفتن ما نمیخواهیم. موشه در برابر این چالش ها بسیار ناراحته. موشه رو به خداوند می کند و می گوید خدایا رما هر اوتا لعفدخا و لما لو مصتی خن به نخا لسومت مصا کل آم از آلی. خدایا چرا این بدبختی رو به سر من آوردی؟ چرا تمام بار سنگین این ملت رو بر دوش من نهادی؟ و بعد ادامه میده، هرهوتی میگه من آیا این ملت رو، من آبستن بودم؟ آیا من اونها را زاییدم؟ آیا من بایستی مثل یک لله، یعنی مادر رضایی، اونها رو شیر بدم، در آغوش بگیرم و به سوی اون سرزمینی که تو قول دادی، تو سوگند خوردی برای اونها، اونها را حمل بکنم؟ و انقدر ناراحته، میگوید من به تنهایی قادر نیستم که این بار را حمل بکنم، این بار را به سرمنزل برسونم، پس از تو میخواهم، خواهش دارم، این مدستی خن به انخا هرگینی نه، این مدستی خن به انخا. موشه میگه که یه خدایا اگر در نظرت لطف یافتم، به من لطف دارید، خوبی بکن، منو بکش. خیلی عجیبه درخواستش. موشه همه بحران هایی که در برابر مردم داره، خواسته های مردم داره، پشت سر میذاره، ولی یک بحران آخری که باش مواجه میشه خیلی جالبه و خیلی آموزنده است، و آن اینه که برادر و خواهر او، کسانی که همیشه با او بودن، و میبینیم و تدبر میریم با هارون به موشه علادات هایشا کشی تسلکخ،
میریام و هارون بیان راجع به همسر موشه، که ما میدونیم موشه وقتی که از دربار فرو فرار میکنه میره میدیان، یک سیپورا را میگیره. اون موقع هنوز نه ناوی بوده نه تورا بوده، سیپورا را میگیره. ولی وقتی که موشه به مقام نبوت میرسه، ترک تمام خواسته های جسمانی خودش را میکنه، اصلا هیچ گونه رابطه ای با سیپورا نداشته. این برادر و خواهر شروع میکنن میگویند به هرک اخ به موشه دیبر هشم گمبانو دیبر. میگه مگه فقط موشه با خداوند با موشه صحبت کرده؟ ما هم قدرت نبوت داریم، ولی ما ترک خانواده، ترک زن، ترک شوهر رو نکردیم. و ببینید اگر این سخنان از طرف آدم های عادی ادا می شد، از طرف ارو رو اون غیر یهودیانی که فرصت را غنیمت شمردن وقتی که ملت اسرائیل آزاد شد و این آدم های غیر غریبه هم وارد ملت شدن و آمدن در بیابان با اینها بودن و تمامشون مسئله ساز بودن، مسئله ساز بودن. ارو رو با موشه هم خوب نبودن. اگر اونها چنین حرفایی میزدن، خب آدم غریبه، آدم از آدم غریبه توقعی نداره. ولی از خودی مریمی که موشه رو در جعبه گذاشت، در کنار رور نیل انداخت و وساد و او را نجات داد. موشه در کاخ پرعا بزرگ شد و اهرونی که همیشه وفادار بود به موشه در سخت در این لحظات، وقتی که موشه رسالت یافت با او پیش پرعو میره. ولی اکثر عمر موشه چیز؟ سکوت. واکنشی نشون نمیده. برخلاف اون اتفاقی که میفته مردم گوش میخواهند. درسته اون موقع مردم علیه خداوند دارن شکایت میکنن، موشه نمیتونه تحمل بکنه. موشه در اینجا هیچ عکس‌العملی نشون نمیده. ممکنه دو تا احتمال باشه. احتمال اول ممکنه نمیدونسته چی گفتن، و ممکنه حتی اگرم میدانست زیاد اهمیت نمیداد. ولی در اینجا یکی از شخصیت‌های موشه رو ما میبینیم. تورا به جای اینکه راجع به عکس‌العمل موشه در هر موقعی که اتفاقی بحرانی اتفاق بیافتاد موشه عکس‌العملش رو میداد، چی می‌نویسه راجع به موشه؟ میگه ها ایش موشه آنو مآد بکل ها آدم اشرا پنه آدم ها. میگه موشه یک فردی فروتنتر، یعنی متواضع‌تر از همه انسان‌هایی بود که روی زمین آفریده شده بودند. موشه؟ ولی سؤال اینه، آیا جدن موشه یک آدم خاکسار باغ و یک آدم متواضع بود؟ اینجاست که از یک طرف موشه رو میبینیم بسیار قدرتمنده، بسیار شجاست، بیاد در برابر پرعو بدون ترس و میگوید شلخ تمی خداوند گفته ملت اسرائیل را آزاد کن و بروند از اینجا آزاد بشن، برن به سرزمین خودشون. موشه در هر سخنان آتشین داره. خداوند حتی موشه در برابر خداوند میسه با او جر و بحث میکنه به خاطر ملت اسرائیل. چنین آدمی نمیتونه یه آدم فروتن متواضع باشه. فردی که وقتی خداوند تورا رو به اون میده الواح اول رو چیکار میکنه؟ میشکنه. این آدم نمیتونه یک آدمی باشه بگه خب حالا هرچی شد شد، من حیف اینه بذارمش زمین. نمیکنه این کارا. از طرف دیگه آنچه برادر و خواهر راجع به او میگویند سکوت میکنه. اعتراضات علیه خودش رو اصلا با سکوت و آرامش برگزار میکنه، عکس العمل نشون نمیده.
اگر موشه متواضع نبود، اگر موشه موشه نبود، حتی یک روز قادر نبود رهبری مردمی رو بیاد تقبل بکنه، که مردمی که اون حالت بردگی، دمدمی مزاجی و هر لحظه تغییر کردن، یک موقع ایمان داره، یک موقع نداره، یک موقع خدا پرسته، یک موقع بر میگرده میره گوساله میپرسته، نمیتونست تحمل بکنه. چرا؟ برای که موشه برای خودش اهمیت قائل نبود، نظر خودش مطرح نبود، چیزهایی برای اهمیت داشتن اون رسالتش بود، مسئولیتش بود، تعهدش بود. تواضعی نیست که آدم فکر بکنه که بگه خب من چیزی نیستم، کسی نیستم، بی ارزشم. نه، چنین چیزی نیست. تواضع واقعی در مکتب تورا چیز دیگری است. در بند خود نبودن، در بند خواسته های خود نبودن، از خود گذشتنه. و آن چیزی که مهمتره در نظر گرفتن، چیزی است که موشه به ما یاد داده. برای موشه آنچه که مطرح بود همیشه من خودش نبود، بلکه یک بار موشه یک خواسته از خدا داشت برای خودش. در پارشت با اتخنان میگوید 515 مرتبه تفیلا خود، خدایا خدا بهش گفته بود تو رو من به اون سرزمینی که قرد داده بودم نمیبرم، تو اونجا رو نخواهی رفت، تو این بیابان خواهی مرد. درخواست میکنه، خدایا خواهش میکنم اجازه بده من وارد اون سرزمین بشم، ببینم اون سرزمین رو. شاید نه به خاطری که میخواست ببینه، موشه یه آرزو داشت که ببینه خداوند قول خودش رو، نه که به قول خداوند اطمینان نداره، انجام داده، برای ملتی که موشه از صمیم قلب اونها رو دوست داشت، خودش رو حاضر بود فدا بکنه. بله، میبینید موشه ربنو یک رهبر واقعی بود، ایمان داشت، تعهد داشت. موشه ربنو عظمت خداوند در برابر اون خود را هیچ میدانست، در برابر رسالتی که داشت خود را هیچ میدانست. خیلی عجیبه وقتی که خداوند در تورا میبینیم خواست موشه رو بیاد انتخاب بکنه، موشه میگه من کی هستم؟ خودش شایسته نمیدونه. نه تنها اون، ارمیاهو هم همینطور، یشعیاهو هم همینطور، قبول نمی کنن. نه به خاطر اینکه باور ندارن ما ندای خدا را نشنیدیم، چنین چیزی نیست، نه به خاطر خود را کم ارزش می دونن، به خاطر سختی چیزی بود که اونها، رسالتی بود که اونها می دونستن تغییر دادن مردم. بلکه یکی از وظایف نبی این بود که مردمی که به راه نادرست پیرن اونها را تغییر بدن. تغییر یک ملت بسیار مشکله. بنابراین یک ناوی واقعی، یک رهبر واقعی، کسی است که هم ارزش عمل خود رو میدونه، نه خود خود رو، خواسته های خود رو، اعتماد به نفس دارد، خود رو بی ارزش میدونه ولی دیگران رو دارای ارزش، سکوت میکنه که کلمات دیگران رو گوش بده، سکوت میکنه که ندای خداوند را گوش بده. چنین آدمی شایسته رهبری است. موشه به ما یاد داده که بدانیم در این دنیای عجیب و غریب، دنیای زیبا، در برابر زیبایی هاش با چیزی نیستیم، در برابر عظمت این جهان و خداوند انسان هیچه، اما در حضور خداوند انسان بایستی همیشه احساس حضور بکنه، خود رو متواضع بداند. چرا که به قول در فارسی اشعار بسیار زیبایی هست راجع به تواضع، میگه سهل باشد گر کنند افتادگان افتادگی، خیلی آسونه،
آدمی که افتاده است، آدمی که چیزی نداره، آدمی که کسی نیست، آدمی که میگه خیلیه به قول معروف میگه گدا اگر تواضع کند خوی اوست. بعد ادامه میده میگه مهربانی و تواضع از بزرگان خوش نماست، سهل باشد گر کنند افتادگان افتادگی، مهربانی و تواضع از بزرگان خوش نماست. یه تواضع پایه اقبالمندی است، به قدر خاکساری سربلندی است. یعنی هرچی کوچکتر باشی بزرگتری. ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. خاک همیشه پایینه، که خداوند تو را از خاک آفریده، چی داری بخوای؟ متاسفانه ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که دنیا در حال تغییر، تواضع دیگه معنی نداره، مثل یک طفل یتیم تو این دنیا. همه سعی میکنن برو به دست بیا برو مشهور شو. نه، یکی میگفت ببین الان مردم تمام اعتقاد، وقتی یه موقع بود که مردم تفیلا میخوندن اعتقادات خودشو بدن، حالا چی کار میکنن؟ میرن پیرن میپوشن میگن من اینم، به این اعتقاد دارم. و میگفت یه موقع مردم کچلوارایی که میخریدن تمام مارکش توی لباس بود، حالا مارکا رو پشت لباس ها میذارن که مردم ببینن این چه مارکه، این برای چی؟ این تواضع کجا رفت؟ یا فقط من منیت خواسته هاست و مشهور شدن و اون فروتنی داشتن ها؟ بله درسته، ولی کسی داره و فروتنه اون مهمه. موشه ربنو به ما یاد داد با اون مقامی که پیل با خداوند صحبت میکنه، هیچ انسانی به اون مقام نرسید، ولی از طرف دیگر خداوند راجب او میگوید آنا بکل آدم، از هر انسانی که روی زمین زندگی میکرد چی متواضع تر بود. این بزرگترین درسه. حالا اونها که یک ورق زیر پاشون بلند شده، خداوندشون روی کرده، دیگر نه خود را میشناسن، نه همسر را میشناسن، نه خانواده را میشناسن، نه جامعه را. باید تورا را بخونیم، از موشه یاد بگیریم. تورا بزرگترین آموزگار، را امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بده وقتی تورا را میخونیم اون را به مرحله عمل هم میسپاهاش را در بیاریم. آمین. شبات شالوم.